انگشت رنگ شده در دوران برگزاری انتخابات در افغانستان برای همه آشناست و شرکت شما در انتخابات را ثابت می‌کند. اما آنهایی که مخالف پروسه انتخابات هستند، آن را نماد خوشایند و مثبت نمی‌دانند. رای دهندگان در انتخابات‌های گذشته با تهدیدهای زیاد مواجه بودند، از جمله با این تهدید که اگر شرکت کنند انگشتانشان قطع می‌شود. افغانستان جای خطرناک برای برگزاری انتخابات است. همین امسال هم حملات مهلک به مراکز رای‌دهی و راهپیمایی‌های سیاسی انجام شده است. ولی مسئله امنیت تنها خطر نیست که انتخابات را تهدید می‌کند. چند انتخابات قبلی تحت شعاع اتهامات گسترده فساد و تقلب قرار گرفت. بعضی از نگرانی‌ها از این قرارند. چندین بار ثبت نام و رای دادن افراد، دستکاری در صندوق‌های رای و پر کردن آنها با رای‌های غیرقانونی، ارعاب رای دهندگان. تا ماه جولای امسال در 5 ولایت تعداد ثبت نام کنندگان برای رای‌دهی بیشتر از واجدین شرایط رای‌دهی بود. انتخابات 2014 تا آن حد جنجال برانگیز شد که کشور را تا ورطه جنگ داخلی کشاند. بحران به وجود آمده سرانجام با تقسیم قدرت میان دو نامزد رقیب با میانجیگری آمریکا پایان یافت. پس این بار چی چیز متفاوت است؟ دولت وعده اتخاذ تدابیر جهت مبارزه با تقلب در انتخابات را داده است. برای اولین بار قرار است از دستگاه تشخیص هویت بیومتریک در انتخابات استفاده شود. این دستگاه‌ها اثر انگشت هر یک از رای‌دهندگان را ثبت کرده و از چهره آنها عکس می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس بیش از یک بار رای نمی‌دهد. ولی معلوم نیست این دستگاه‌ها تا چه حد قابل اعتماد است یا اینکه آیا اصلاً به موقع به مراکز رای‌دهی می‌رسند یا نه. اما با وجود تمام نقایص در سیستم انتخاباتی افغانستان، برای افغان‌هایی که شجاعانه خطر را می‌پذیرند و رای می‌دهند، به حساب آمدن رأیشان مهم است.